بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیز، حاضران و غایبان، به جلسه چهارم از سلسله جلسات شرح دیوان آتشکده لیل تبریزی میرسیم. در جلسات پیش بخش نخستین این کتاب، یعنی بخش بیباچه و همچنین بخش مربوط به احتجاج امام حسین علیه السلام با لشکر دشمن رو خوندیم و شرحی بر قسمت‌های مختلف اون رو خدمت دوستان عرض کردیم. امروز به بخش ذکر شهادت حر بن یزید ریاحی رحمت الله علیه میرسیم. خب ابتداعاً بنده یک توضیح در مورد این شخصیت خدمت شما دوستان عرض بکنم. جناب حر بن یزید از قبیله بنی تمیم و از افراد ذی‌نفوذ در قبیله خودشون بودن و در شهر کوفه سکونت داشتن. در حقیقت میشه گفت که یکی از عمال ابن زیاد و دارالخلافه کوفه بودن و در روزهای ابتدایی ماه محرم از طرف ابن زیاد مأموریت یافتن تا به سرکردگی یکی از دیگر فرماندهان، یعنی حسین ابن نمیر، یک لشکری رو تشکیل بدن. تقریبا حدوداً 4000 نفر جمع کردند و در حقیقت پیش قراول لشکر اصلی شدند تا راه رو برای قافله امام حسین ببندند. اینها از کوفه حرکت کردند و تقریبا میشه گفت روز دوم محرم یا سوم محرم به تقابل و محل استقرار قافله امام حسین رسیدن. امام حسین علیه السلام، البته این 4000 نفری که داشتن می اومدن، حر بن یزید ریاحی 1000 نفر رو جدا میکنه از اون لشکر و میاد و نزدیکتر میشه و کاملا رو در رو میشه با لشکر امام حسین علیه السلام. ابتداعاً این کاروان امام حسین که میبینند 1000 نفر لشکریان با سلاح و حالت جنگی دارن نزدیک میشن، راهشون رو کمی منحرف میکنن و به یک منزلگاهی میرسن. در اون منزلگاه لشکر حر با اون 1000 نفری که همراهش بودن میان و میرسن به امام حسین و امام حسین که خب هنوز به قولی مطمئن نیستش که اینها واقعا قصد جنگ دارن یا حتی شاید برای همراهی اومدن، از اینها میپرسه که شما بر ضد ما هستید یا با ما هستید و اونها میگن که نه، ما اومدیم که شما رو جلوی راهتون رو بگیریم و ابن زیاد دستور داده که شما رو دستگیر کرده و به کوفه ببریم. امام حسین قبول نمیکنه و میگه که نه، من هیچ وقت تسلیم شما نخواهم شد. ولی در اونجا مکالمه‌ای که در بین این دو فرد انجام میشه، حر در هر صورت اون حالت احترام خاصی که به اهل بیت رو رعایت میکند رو رعایت میکنه و هیچ وقت جسارت و بی‌احترامی به حضور امام حسین نمیکنه. لشکر امام حسین و قافله امام حسین وقتی میبینند که اینها تشنه هستند و آبی ندارند، آبی که در قافله داشتند رو به اینها میدن و حتی اسبهای اونها هم از این آب سیراب میشن در حقیقت. و بعد امام حسین میگه که خب من بنا به دعوت کوفیان به اینجا اومدم، الان اگر کوفی ها میل و رغبتی نشون نمیدن و نمیخواهن که من به پیش اونها برم، من میتونم راهم را عوض کنم، در صورت امکان یا برمیگردم یا به یک جای دیگه میرم و اصراری ندارم که حتما به کوفه وارد بشم. ولی حر میگه که نه، دستوری که من گرفتم اینه که شما رو نذارم جای دیگه ای برید و فقط گفتند که یا حسین ابن علی بیعت کنه و یا تسلیمشون کن و یا تحت نظر نگهدار تا ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته.
در این فاصله یک پیکی از طرف ابن زیاد از کوفه میرسه و در حقیقت به هر دستور میرسه که سختگیری رو بیشتر کن و حسین رو به منطقه‌ای ببر که از آب دور باشه، سایبانی نداشته باشه، منطقه‌ای نداشته باشه که از اون بتونه به عنوان سرپناه استفاده بکنه و در یک صحرا اینها رو اتراق بده. اینها که میبینن و یه نفر هم مأمور میکنن که اعمال هر رو زیر نظر داشته باشه و در حقیقت یک جاسوسی هم اونجا بوده و هر که میبینه شرایط اینطوری هست یه مقدار سختگیری رو بیشتر میکنه و فشاری که از طرف کاروان، از طرف این لشکر میاد به کاروان، کاروان رو میبرن در یه جایی مستقر میکنن. امام حسین در اون لحظه معترض میشه و ظاهرن گفتن که میگه که مثلا ای هر، ما که بدی به تو نکردیم، خدا مادرت رو به عذاب بنشونه. هر در جواب میگه که اگر مادرت فاطمه زهرا نبود من هم جوابی در فور تو میدادم، ولی هیچ وقت این جسارت رو نمی کنم که جوابی به تو بدم. این بگومگوها تموم میشه تا روز عاشورا که لشکریان اومدن و دیگه اون قضایا دیگه کاملا روشن شده و مشخص شده که جنگ قطعی هست و این درگیری اتفاق خواهد افتاد. هر از این مسئله شرمگین میشه، چون اولین کسی هم که راه رو بسته و امام حسین علیه السلام همین فرد هست و به سمت پور سعد یعنی عمر سعد میره تا بپرسه که آیا واقعا اینها قصد قتال دارن، قصد دارن که اینها رو به شهادت برسونن و عمر سعد هم با قطعیت هرچه تمامتر میگه که بله ما این جنگ رو انجام خواهیم داد و کشتاری در اینجا به قولی شروع خواهیم کرد. اینجا نقطه اون بازگشت هر هست. هر در اون لحظه به فکر فرو میره و احساس میکنه که کل اون سعادتی که برای خودش تصور میکرد رو به یک باره داره از دست میده، یعنی نه خیر دنیا رو خواهد داشت و نه خیر آخرت. این مسئله یک ضربه‌ای در درون برای این فرد ایجاد میکنه و خب در روایت هستش که ایشون موقعی که این رو میشنوه کمی به فکر فرو میره و یواش یواش این اسبش رو برمیگردونه تا به سمت لشکر امام حسین بره. روایت کردن که یک نفر به نام مهاجر هست، اسمش مهاجر هست، در راه میبینه که هر داره بدجور میدرزه به خودش و میپرسه که تو چرا اینگونه شدی؟ تو که فرمانده شجاعی بودی، هیچ وقت در جنگ ها تزلزلی از تو ما ندیده بودی؟ و هر جواب میده که در یک حالی گرفتار اومدم که نمیدونم اهل بهشت هستم یا اهل جهنم، در میان آتش و بهشت گیر کردم و نمیدونم که به کدوم سمت قراره به قولی ملحق بشم. و از همونجا شروع میکنه و به سمت لشکر امام حسین میاد. لشکر امام حسین ابتدا فکر میکنن که شاید این اومده برای جنگ و شروع به قولی درگیری ها، ولی میبینن که این وقتی رسید سپر خودش رو میندازه، شمشیر خودش رو میندازه و به پای امام حسین میفته و توبه میکنه و عذر میخواد از این کاری که انجام داده. و امام حسین علیه السلام، خب این یکی از اون کرامت های درگاه ائمه اطهار و به خصوص ابا عبدالله هستش که بلافاصله توبه و عذر ایشون رو قبول میکنه و میگه که هیچ اشکالی نداره، حالا که با این حالت عجز و به قولی استغفار اومدی من هم توبه تو رو قبول میکنم، من هم عذر تو رو قبول میکنم. و جناب هر درخواست میکنه که اولین کسی باشه که به میدان جنگ میره و شهید میشه در راه امام حسین. این کلیت داستان هست و الان میخواییم این داستان رو از زبان جناب نیر تبریزی بخونیم. دو تا نکته خیلی مهم که در اینجا میشه به اونها اشاره کرد، همون مسئله اقرار به گناه و شجاعت این که انسان بتونه گناهانی که انجام داده رو به زبون بیاره و اقرار کنه. یعنی این اقرار از کجا ناشی میشه؟ از اینجا ناشی میشه که انسان به درون خودش به قولی آشنایی داره و از درون خودش خبر داره و میدونه که چه اشتباهی انجام داده. همین مرحله که به این حد برسه و اقرار کنه این گناه رو، این خودش نیمی از راه رو طی کرده در حقیقت.
در توبه این یکی از مهمترین مسائل هست. این که میگن حاسبو قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسید قبل از اینکه به حساب شما برسن، این دقیقا به این نکته اشاره داره که انسان در درون خودش همیشه نفس محاسبه‌گری داشته باشه، خودش رو مورد محاسبه و قضاوت قرار بده، اعمالش رو، کارهایی که انجام میده، افکاری که داره، وقتی اینها رو محاسبه کرد و محاسبه اش اتفاقا خالی از غرض بود و منصفانه این محاسبه رو انجام داد، اون وقته که این شانس رو پیدا میکنه تا نسبت به توبه و برگشتن و رفتن به سمت مسیر درست اقدام بکنه. این یک نکته هست که البته در مناجات شعبانیه شاید شنیده باشین که وقتی در اونجا از زبان معصوم هست این مناجات، وقتی میفرماید که اگر زمان مرگ من برسه و بدانم که عملی هم برای ارائه ندارم، اون وقت حداقل شانسی که در حقیقت میمونه برای من اینه که تو این رو مقرر کردی که وقتی ما اقرار به گناهمون میکنیم این وسیله‌ای بشه تا به سمت شما برگردیم. لقد جعلت اقرارا لذنب الیک وسیلتی، این وسیله‌ای میشه تا ما بتونیم به سمت شما دوباره برگردیم. همین اقرار به گناه خودش میتونه موجب نجات انسان بشه. و مسئله دومی که در اینجا خیلی مهم هست همون سریع الرضا بودن اهل کرم، سریع الرضا بودن اول خداوند و سپس به تبع اون اولیای الهی که خیلی سریع و راحت راضی میشن و توبه را قبول میکنن و برگشت انسان رو قبول میکنن. این هم یک نکته خیلی مهمی هست. در حقیقت با این کارش جناب حر ابن یزید ریاحی یه دری رو برای ما باز کردی. اگر شخصیت حر نبود شاید خیلی ها تصور این رو نمیتونستن داشته باشن که با وجود گناه زیاد بتونن برگردن و توبه بکنن. ولی وقتی انسان میبینه که یه همچی شخصیتی با یه همچی خطای بزرگی که بیاد و راه رو ببنده بر ولی الهی و انسان معصوم و موجب قتل و شهادت اون فرد بشه، یعنی دیگه از این بدتر که خب نمیشه تصور کرد، ولی همین فرد بلافاصله بعد از اینکه توبه میکنه و اقرار به گناهش میکنه، این اقرار و توبه مورد قبول قرار میگیره و این هم یک نکته مهمی است که انسان باید به این توجه داشته باشه. خب شروع میکنیم و ابیات رو میخونیم. انشالله اگر نکات دیگه بود خدمتتون عرض خواهم کرد. می‌فرماید از حدیث شاه حر ابن یزید از ندامت دست در دندان گزید. وقتی حضرت ابا عبدالله اومد به میدان احتجاج کرد، خودش رو معرفی کرد، گفت که شما من رو می‌شناسید، می‌دانید چی هستم و هیچ گناهی به گردن من نیست، آیا کسی از شما رو کشتم که میخواهید من رو قصاص بکنید یا بدعتی در دین به وجود آوردم؟ دلیل این همه تخاصم چه هست؟ وقتی این حجت ها رو آورد و به پایان رسید، اون وقت حر ابن یزید ریاحی شروع کرد به فکر کردن که ما داریم چی کار میکنیم؟ اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ واقعا اینها میخوان جنگ بکنن؟ از حدیث شاه، بعد از اینکه این گفتار حضرت ابا عبدالله تموم شد، از حدیث شاه حر ابن یزید از ندامت دست بر دندان گزید. دست بر دندان گزیدن یعنی همون حالت ندامت داشتن، حالت پشیمانی داشتن. باره راند و قصد کور سعد کرد. باره یعنی مرکب، یعنی اون استری که سوار بود. باره راند و قصد پور سعد کرد، گفت خواهی راند با این شه نبرد؟ آیا تو به راستی با این شاه به جنگ برخواهی خواست؟ به جنگ ابا عبدالله خواهی رفت؟ گفت آری جنگ های پرگزند، تا پرد سرهاز تن
کفها ز زند. زند به معنی مچ یا کتف. میگه جنگ هایی خواهد بود که سرها جدا خواهد شد، دست ها در اون جدا خواهد شد. گفت آنچه او آنچو گفت زان چندین خصال، نیست حاجز من از شما را زین قتال. این حرف هایی که ابا عبدالله گفتن، این حجت هایی که آوردن، آیا مانع شما نمیشه که از این قتال، از این جنگ چشم بپوشید؟ ادامه ندید این راه رو. گفت امیرت آن نمیدارد قبول. این ابن یزید ملعون، این امیر من، این رو قبول نمی کنه. من نتابم همزه حکم او عدود. من هم حاضر نیستم که حکم اون رو به کنار میگذارم، عمل نکنم به حکم. چون شنید این گفت او آن خوش خصال، گفت با خود با دو صد حزن و ملال. وقتی این حرف رو شنید، با حزن و ملال با خودش شروع به گفتگوی درونی کرد. کی دریغا رفت فرجامم به باد، کین همه انجام از آن آغاز زاد. فرجام من بر باد رفت، آخرت من بر باد رفت، هر اتفاقی که الان داره میفته، این انجام و سرانجامی که من شاهد اون هستم، از اون آغاز زاده شده، از اون بستن راهی که من مرتکب شده، من این راه رو بستم بر ایشون. ای دریغ از بخت بد فرجام من، کاش می بودی سفرون مام من. قبطه می خوره، حسرت می خوره، میگه کاش اصلا من آدمیزاد نبودم، کاش مادرم سفرون بود، مادرم استر بود، من حیوانی بودم، انسان نبودم و در این وضعیت گرفتار نمی شدم. این بگفت و خواست قصد شاه کرد، روی توبه سوی وجه الله کرد. این رو که گفت، اسب رو برگردون و خواست که توبه بکنه و به سمت وجه الله برگرده، به سمت عبادالله برگرده. نفس بگرفتش انان که پای دار، باره واپس ران بترس از ننگ و آر. نفس به سراغش اومد، کجا داری؟ چکار داری میکنی؟ میخوای مورد مضحکه و ملامت انسان‌ها قرار بگیری؟ خودت اومدی این کار رو کردی، عقل نداشتی، نمی‌فهمی در اون زمان داری چیکار می‌کنی، الان پشیمون شدی. نفس معمولاً این کارها رو می‌کنه، این ترفندها رو به کار می‌بره. انسان یک کار اشتباهی انجام میده، انسان یک حرف اشتباهی میگه، بعد حاضر هزاران اشتباه دیگر به خاطر توجیه اون کار اشتباهش انجام بده. چرا؟ احساس ننگ و عار می‌کنه، احساس میکنه که مثلا شماتتش میکنه. انسان همین که این شجاعت رو داشته باشه که وقتی اشتباهی کرد و متوجه اشتباهش شد، بلا فاصله توبه کنه، بلا فاصله عذر بخواد، برگرده از اون مسیر، نه اینکه اون مسیر رو تا انتها بخواد ادامه بده و اشتباهش رو با اشتباه دیگه بپوشونه. این بدترین اشتباه هست و این کار نفس هست. نفس بگرفتش انان که پای دار، باره واپس ران بترس از ننگ و آر. عقل گفتش رو که آر از نار به، جور یار از صحبت اغیار به. عقل اومد به یاری این مرد و گفت آر و ننگ از نار بهتره، از جهنم که بهتره. این یک گفته‌ای بود در زمان عرب جاهلی. پیامبر بارها به این عرب جاهلی گفته بود که بترسید از آتش جهنم. براشون حجت آورده بود، دلیل آورده بود، دلایل نبوتش رو ذکر کرده بود. بعضی از اینها که دقیقاً به همین خاطر که سرسخت بودن، متعصب بودن، برمیگشتن میگفتن ما میفهمیم تو چی میگی، میفهمیم که حرف تو حقیقت هست، راست هست، ولی این آر هست برای ما که از راه پدرانمون برگردیم، از اون مسیری که میشناسیم از اون برگردیم. مردم به ما چی میگن؟ همه ما رو مورد مضحکه قرار میدن. اگر هم قرار بشه بریم در آتش، حاضریم بریم در آتش. میگفتن النار ولل آر. آتش رو قبول داریم، آر رو قبول نداریم. ای
پیامبر دقیقا برعکسش رو گفت. گفت اتفاقا باید این رو بفهمید که الار ولن نار، برای اینکه این نار، این آتش چیزی نیستش که شما بتونید الان تصورش بکنید. کل سعادت شما، کل وجود شما، کل هستی شما درگیر این خواهد شد. بعضی ها وقتی فکر میکنن که مثلا آتش جهنم، خب این هم یه آتشیه دیگه. نه، این نیست. وقتی از این دنیا خارج شدی و در فضای دیگری قرار گرفتی، در عالم دیگری قرار گرفتی، اون وقت حسرت خواهی خورد که کاش هزار بار ننگ و آر میکشیدم ولی دوچار این آتش عذاب و حسرت نمیشد. این به اون مسئله اشاره داره. در حقیقت عقل گفتش رو که آر از نار به، جور یار از صحبت اغیار به. حتی اگر یار به آدم ستمی بکنه، جفایی بکنه، جوری بکنه، باز اون از صحبت اغیار و همنشینیه اغیار بهتر خواهد. کسانی که همدل تو نیستن، کسانی که هم رأی و هم فکر تو نیستن، جوریا از صحبت اغیار به. نفس گفتا نقد بر نسیه مده. یه بیت رو آن نفس گفتش مگذر از دنیا و مال، از این دنیا، از مال و منالت نگذر. عقل گفتش هم بیندیش از معاد، از آخرت بترس، خوف کن. مال دنیا اینها همه انما الحیات الدنیا فتنه، یا انما اولادکم و اموالکم فتنه. هر چیزی که شما دارید، این مال و اموال، این اولاد که ناخودآگاه دلبسته اینها هستی، اینها وسیله آزمایش است. در حقیقت نفس گفتا نقد بر نسیه مده. عقل گفت این نسیه از صد نقد به، این نسیه ای هستش که از صدها نقد بهتر هست. نفس گفت از عمر برخوردار باش. عقل گفتا عمر شد بیدار باش. چه عمری؟ عمری که سراسر با بیخبری و غفلت باشه، این چه زندگانی هست؟ زندگانی که طولش طویل باشه ولی سرشار از خفتگی و غفلت باشه، این به چه دردی میخوره؟ مثل اون مثلی که مولانا در مثنوی میاره، اون کلاقی که حالا با الفاظ زشت این رو مطرح میکنه که این به دنبال سرگین خانی هست. و میگه این دنبال سرگین هستی که چیکار کنی؟ میگه میخوام زنده بمونم. که زنده بمونی که باز هم سرگین بخوری؟ این چه زندگیه تو داری؟ زندگی با عزت، زندگی که کوتاه باشه ولی عزت در اون باشه، نه این که زندگی حقیرانه و پست. زین کشاکش های نفس و عقل پیر، نفس شد مغلوب عقل پیر چیر. در این کشاکش ها عقل اون پیروز شد و نفس رو مغلوب کرد. این تقابل بین عقل و نفس هم یکی از نکته هایی هستش که باید بهش پرداخت بکنه و دقت بکنه. آیا عقل میتونه هدایتگر ما باشه به راه سعادت؟ این نکته ای هست. خیلی ها در مورد این بحث کردن، ولی در جمع‌بندی میشه گفت که عقل جزوی و عقل ابزاری که ما داریم راه به سوی حقیقت نداره. عقل کل، بله، انسان اگر دسترسی به عقل کل پیدا بکنه، مراد و مرشدی داشته باشه که واصل باشه و از طریق اون بتونه مسیر سلوک و هدایت رو درک بکنه، اون مسئله جداست. ولی عقل انسان که درگیر نفس هست راه به سوی حقیقت نداره. پس آیا به دردی نمیخوره؟ نه، اتفاقا اونجایی به درد میخوره که در تقابل‌های نفس
بتونه جوابهای قانع کننده ای رو در مقابل اون خواسته های نفس ارائه بده و نفس رو بتونه مغلوب بکنه و باعث بشه که نفس بر انسان چیره نشه، نفس انسان رو فریب نده. کار کرده عقل در سلوک در این حد میتونه باشه و این کار کرد رو اگر داشته باشه کفایت میکنه. پس چه چیز ما رو هدایت خواهد کرد؟ هدایت با دل اتفاق میفته، با دریافت اتفاق میفته، با نوری که به دلها میتابه اتفاق میفته، نه با دلیل و برهان. کسی در تاریخ با دلیل و برهان هدایت نشده. پیامبران هم انسانها رو از راه دل هدایت میکردن، از راه همدلی، از راه محبت هدایت میکردن، نه اینکه مثل فیلسوفان بیان و برای اونها دلیل و حجت اقامه بکنن. اینجا هم دقیقا همین رو به ما نشون میده. زین کشاکش های نفس و عقل پیر نفس شد مغلوب و عقل پیر نفس شد مغلوب عقل پیر چیر. عشق آمد بر سرش باسد شتاب. وقتی عقل مغلوب کرد نفس رو، اون وقتی که عشق به سراغ انسان میاد، میاد که هدایت میکنه. عشق آمد بر سرش باسد شتاب، باره پیش آفرد و بگرفتش رکاب. کرد بر یکران اقبالش سوار، گفت این یک سر بران تا کوی یار. اومد عشق و این رو سوار اسب کرد، سوار مرکب کرد، مرکب اقبال، و به سمت یار برگردوند و گفت برو یک سر، برو به سمت سعادت، یک سر به این سمت برو. گفت این یک سر بران تا کوی یار، وقت بس دیر است و ره دور ای فتی. در حقیقت این فتا هست که باید فتی بکنیم برای اینکه با قافیه بیت مصرع بعدی یکی بشه. وقت بس دیر است و ره دور ای فتی، ترسمت از کاروان واپس فتی. تو دیر آمدی، دیگه اون شب تاسوعا گذشته، شب عاشورا گذشته، اینها پیمانهاشون رو بستن، اینها هم قسم شدن، آماده شهادت شدن و تو الان رسیدی. دیر اومدی، راه هم دور هست. چه دوری؟ از حضیض جهنم میخوای بری به اوج بهشت برسی. این راه خیلی دوری هست، راهی هستش که خیلی از انسانها در طول مدت یک عمر نتونستن طی بکنن که به سعادت برسن. اما اینجا حر بن یزید ریاحی در چند دقیقه و چند ثانیه این راه رو به طی می‌کنه. از اون مسیری که رو به بطلان بود، مسیری که رو به هلاکت بود، خودش رو نجات میده و به سمت حیات ابدی میکشه و میبره در حیات. وقت بس دیر است و ره دور ای فتی، ترسمت از کاروان واپس فتی. جام به کف برگیر و با صد عجز و ذل، سر بنه بر پای آن سلطان کل. برو با ذلت و با عجز سرت رو بر پای اون سلطان کل بذار، التماس کن تا شاید توبه تو رو قبول بکنه. خب این هم نکته ای هست، یعنی این وقتی داشت به سمت اون نسیهی که اینجا میگفت به سمت نسیه داری میری، نقد رو بر کردی، این نسیه واقعا نسیه بود؟ نمیدونست که در اون طرف آیا توبه اینو قبول میکنن؟ آیا همین که رسید میزنن میکشنش یا با آغوش باز قبولش میکنن؟ تازه اگر با آغوش باز هم قبول میکردن آخرش باز کشته شدن بود. ولی حتی معلوم نبود که مورد قبول و استجابت قرار بگیره یا نه. خیلی سخت است در این موقعیت انسان بتونه تصمیم بگیره. چون به هوش آمد ز خوابان میره راد، رعشه بر تن لرزه بر جانش فتاد. اینها رو که داشت میدید حالت بیهوشی بود، حالت خلسه بود. ببینید مثل یک فیلم داره این داستان رو تعریف میکنه، مثل اینکه این رفته بود به یک عالم دیگه، در گفتگوی درون بود، به ناگاه به خودش اومد. وقتی به خودش اومد لرزه در تمام اندامش افتاد. لرز لرزان سوی ره بنهاد روی، دم به دم با نفس خود در گفتگو. آن یکی دیدش بدین حال شگفت،
از شگفت انگشت بر دندان گرفت. این همون فرد هستش که اسمش رو مهاجر ثبت کردن به نام مهاجر ابن، دقیقا اسم پدرش یادم نیست، که یک دفعه میبینه میگه که تو چرا اینطوری داری به خودت میلرزی؟ تو فرمانده شجاعی بودی، چه اتفاقی برای تو افتاده؟ با تحیر گفت که ای شیر دلیر، در دلیری می نبودت کس نظیر. این چه بودت که این چنین لرزی بخیش؟ گفت کاری بس عجب دارم به پیش. خود میان نار و جنت بینمی، می ندانم زانمی یا زینمی. خودم رو در میان بهشت و جهنم احساس میکنم، نمیدونم که این طرفی هستم یا اون طرفی. نور و نارم در میان دارد به جد، چون نلرزم در میان این دو زد. در میان نور و نار گیر کردم، در میان نور و آتش گیر کردم، اینها ضد هم هستند. منی که در این میان موندم چطور نلرزم به خودم؟ تا کدام این زین دو پای آبم برد؟ آتشم سوزد و یا آبم برد؟ کدام یکی از اینها طاقت من را از سر خواهد برد و من پایابم رو، شکیباییم رو از دست خواهم داد؟ ببینید این سیل حوادث رو اینجور تفسیر میکنه جناب نیر، مثل این کسی در میان سیل ایستاده داره به قولی پایداری میکنه. این پایاب به نخره این پایابش رو میشوره میبره، میگه که من نمیدونم الان این رفتن به کدوم طرف خواهد بود، به سمت آتش خواهم رفت یا به سمت آب. و این آب هم خودش کشته شدن هست در حقیقت، ولی آب حیات هست. این بگفت و کرد یک سو کار را، گفت نفروشم به دنیا یار را. آنکه یوسف را به درهم میفروخت، خرمن خیش از سیه بختی بسود. این برادران یوسف که یوسف رو در چاه انداخته بودن، وقتی یک قافله اومد این رو در آورد، اومدن گفتن این برده ماست، اگر میخواهید ما این رو میفروشیم. یوسف را به چند درهم، خیلی بهای اندکی اینها فروختند. یوسف پیامبر را به بهای اندکی فروختند. اینجا به اون اشاره میکنه، میگه اون کسی که یار رو به درهمی میفروشه، در حقیقت خرمن خودش رو داره میسوزونه، آتیه خودش رو داره به باد میده. عاشقانه راند باره سوی شاه، با تضرع گفت کی باب اله. ای در خداوندی، ای باب اله، با دو صد عذرت به درگاه آمدم، کن قبولم گرچه بیگاه آمدم. با صد عذر و توبه به درگاهت اومدم، این عذر من رو بپذیر. تائبم بکشا به رویم باب را، دوست می‌دارد خدا تواب. با امید عفو تقصیر آمدم، زود بخشا گرچه بستیر آمدم. وحشیم آورده ام رو بر رسول، ای محمد توبه من کن قبول. این داستان وحشی، وحشی کسی بود که در جنگ احد توسط اون هند جگرخوار در حقیقت اجیر شده بود تا فقط کارش این باشه که حمزه عموی پیامبر رو شهید بکنه. و خب بالاخره اون جنگ یک حالتی پیدا کرد که مسلمانان در حقیقت یک شکستی خوردن و تعداد زیادی از مسلمانان کشته شدن و یکی از کشته شدگان در حقیقت حمزه سید الشهدا بود. تا زمانی که ابا عبدالله شهید بشه، لقب سید الشهدا متعلق به حمزه عموی پیامبر بود و حضرت رسول علیه السلام در این واقعه بسیار گریست، خیلی ناراحت شد، چون حمزه واقعا تکیه‌گاه بزرگی برای پیامبر بود. از همون اوان اسلام همیشه پشتیبان پیامبر بود، همیشه یار و یاور پیامبر بود و واقعا مانند کوهی بود که پیامبر به اون تکیه میداد. وقتی وحشی این رو به قتل رسوند، پیامبر خیلی ناراحت شد، خیلی گریه کرد. بعدها وقتی سپاه اسلام تونست که مکه رو فتح بکنه، خب کسانی که در اونجا بودن اکثرا اومدن توبه کردن. وحشی هم در جایی ایستاده بود و میخواست توبه کنه. مسلمان‌ها میگفتن که نه، تو نرو نزدیک، چون پیامبر از دست تو خیلی ناراحت است.
ایشون با ترس و لرز اومد نزدیک و توبه کرد. پیامبر بلافاصله توبه ایشون رو پذیرفت، تعللی نکرد، فقط بهش گفت وحشی من نمیتونم که تو رو ببینم و عموم رو به یاد نیارم، فقط درخواستی که از تو دارم اینه که از اینجا دور بشی، در مکه نمون، در مدینه نمون، فقط همین، من میبخشم، من توبه تو رو قبول میکنم. اینجا داره به اون رجوع میکنه، خودش رو وحشی خطاب میکنه، میگه وحشیم آورده ام رو بر رسول، ای محمد توبه من کن قبول، گرچه غرم ای خداوند جلیل، لیک در پیش تو ام عبدی ذلیل. حر به معنی آزاده است، من آزاده هستم، اسمم آزاده هست، ولی در برابر تو بنده ای ذلیل هستم. طوق منت باز نه برگردنم، می ببر هر جا که خواهی بردنم. این طوق محبت خودت رو منت بگذار و برگردن من ببند و هر جایی که میخوایی من رو دنبال خودت بکش. آمدم سوی سلیمان دیوار، تا از او گیرم نگین زینهار. مانند دیوی هستم که به حضور سلیمان اومدم تا از اون نگین امن و امان بگیرم. ای سلیمان هین ببخشا خاتمم، بر بساط بندگی کن محرمم. این ختم و مهر عفوت رو بر اون اماننامه من بزن و من رو محرم کن بر بساط بندگی خودت، تا بدین روی سیه کشته شوم، رنگ دیوی هشته افرشته شوم. میخواهم که این رنگ دیوی رو فرو گذارم و روی فرشتگی پیدا بکنم. گر بلیسم توبه کردم نکزشم، پیشت آوردم سجوده بل بشر. اگر من مانند ابلیس هستم دیگه توبه کردم از کارها و در حضور ابوالبشر که حضرت آدم هست، در اون آغاز آفرینش که خداوند حضرت آدم رو خلق کرد به همه اون ملائکه گفت که سجده کنید بر این آدم و ابلیس سجده نکرد، میگه من همون ابلیس هستم ولی الان توبه کردم و حاضرم سجده کنم در برابر تو. ای ابوالبشر، تو وارث ابوالبشر حضرت آدم هستی و من تصمیم گرفتم که سجده بکنم در برابر تو. آنچه کردم با تو من ناکرده گیر، وان سجود اولین آورده گیر. این کارهایی که کردم اینها رو ناکرده بگیر، در نظر نگیرشون. شاه چون دیدان تضرع کردنش، کرد طوق بندگی برگردنش. گفت بازا که در توبه است باز، هین بگیر از عفو ما خط جواز. از ما خط جواز بگیر، اجازه بگیر، مشکلی نیست، توبه تو مورد قبول ماست. اندرا که کس ز احرار و عبید، روی نومیدی در این درگه ندید. هیچ کسی در درگه ما روی نومیدی ندیده. ما اهل کرم هستیم، ما اهل بخشایش هستیم. آنچه از دست ما برمیاد اتفاقا بخشایش و کرم هست. هیچ کسی در این درگاه روی نومیدی ندیده. گرد و صد جرم عظیم آورده ای، غم مخور رو بر کریم. کاش انسان بتونه واقعا به این درگاه به این نحو التجا بکنه، به این نحو انسان بتونه توبه بکنه. این درگاه واقعا درگاه نومیدی نیست، این درگاه درگاه کرامت هست، درگاه بخشایش هست و هر کسی میتونه از این درگاه بخشایشی رو دریافت بکنه، روزی رو طلب بکنه، هر چیزی که میخواد بگیره. فقط نیازمند اون صدق دل هست، نیازمند اون اخلاص هست، چه در توبه و چه در طلب. اندرا گردی و گرزود آمدی، خوش به منزلگاه مقصود آمدی. هین عصای شیر باز افکن ز کف، موسیانه پیش تاز و لا تخف. این آیه هست در سوره طه که وقتی حضرت موسی این عصا رو میندازه
از اون اژدهایی که میبینه میترسه و از طرف خداوند نازل میشه به سمتش هاتفی بهش خطاب میکنه که برو و این رو بگیر، نترس، خذها و لا تخف، سنعیدها به سیرت حل اولا، ما اون رو برمیگردونیم به حالت اصل خودش. گفت که شاهان غلام درگرد، چون در اول من شدم خار رهت، همه را نک پیشتاز جنگ کن، در قطار عشق پیش آهنگ کن. حالا که من اولین کسی بودم که راه رو بر تو بستم، اذن بده تا اولین کسی باشم که پیش آهنگ تو باشم و در راه تو به شهادت برسم. رخصتم ده تا کنم خود را فدا، بر غلامان درت ای مقتدا. شاه دادش رخصت جنگ و جهاد، رستمانه رو به لشکرگه نهاد. تاخت سوی رزمگه چون شیر مست، خط آزادی ز شاه دین به دست. اون جواز آزادی رو در دست گرفته بود، احساس آزادی میکرد. ارجاع میدم شما رو به اون شعر حضرت مولانا در مورد علی ابن ابی طالب که در مورد در حقیقت حادثه قدیر هست. در اونجا میگه که گفت پیغمبر هر که او را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. این رو میگه که پیغمبر در اون حادثه قدیر اینچنین گفت پیغمبر با اجتهاد، نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر که او را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. در ادامه حرف خیلی زیبایی میگه، میگه کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت سپاهیت برکند. ببینید رقیت و بندگی، خب در اون زمان سیستم اقتصادی بردهداری وجود داشت و بردهداری رونق خاص خودش رو داشت و وقتی در اون فضا وقتی میگفتن کسی برده هست و کسی مولای اون هست، در حقیقت میشد گفت که این فرد آزادی نداره و اسیر مولای خودش هست. مولانا از این استفاده میکنه، میگه که مولای حقیقی اون مولا نیست، مولای حقیقی اون کسی هست که اتفاقا تو رو آزادت میکنه. چون در اسلام هم خیلی سفارش شده بود به آزاد کردن بردگان و بندگان. میگه مولای حقیقی اون کسی نیست که تو رو در بند نگه بداره، بلکه اون کسی هست که تو رو آزاد بکنه. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. در بیت بعدیش از خاطرم رفت چی میگه، ولی مصرع آخرش میگه که مؤمنان راز انبیا آزادی است. در حقیقت انبیا اومدن که مؤمنان رو آزاد بکنند. از چی آزاد بکنند؟ از بند دنیا، از بند نفس، از بندگی این عالم. در حقیقت ذات دین برای ما بد معنی شده. ما احساس میکنیم که وقتی دیندار هستیم در تقیدات یک سری مسائل گیر میکنیم، نمیتونیم آزاد باشیم. نفس و ذات دین این نیست. ذات دین اگر سخت گیری برای تو داره، برای اینه که تو رو از بندگی نفس آزاد بکنه. اگر میگه که تو روزه بگی، روزه برای اینه که آزاد بشی از خواسته های نفس خودت، رها بشی. این ذهن انسان بنده تک تک خواسته های انسان هست. در حقیقت این خواسته ها هستش که انسان رو محدود میکنه و رها شدن از این خواسته ها و از این شهوانیات و از این طلب ها هستش که انسان رو به آزادی رهنمون میکنه. این هست اون هدف اصلی دین، این هست اون کاری که دین میخواد برای ما انجام بده. در مثنوی یک داستانی هست، یک فردی خوابیده، یک اسب سواری که آدم فاضلی هست داره از اون نزدیکی میگذره، زیر یک درختی خوابیده و یک سری سیب های گندیده از اون درخت ریختن زمین.
این فردی که در اونجا خوابیده دهنش باز مونده، این رهگذر که با اسب داره رد میشه میبینه که یک مار سیاهی اومد و در داخل دهان این فرد رفت. بلافاصله با اسب میره به سمت این و این رو بیدار میکنه، با شلاق چند تا ضربه میزنه به این. این که از خواب پریده متوجه نیست چه اتفاقی افتاده، نمیدونه که این مار رفته در شکمش. میگه چرا منو میزنی؟ چرا داری به من آزار میرسونی؟ این دیگه وقت نداره که داره به این توضیح بده چرا من دارم تو رو اذیت میکنم، همینجور شلاق میزنه. میگه زود باش از اون سیب‌های گندیده بخور. مجبورش میکنه که اون سیب‌های گندیده رو بخوره. این میگه آخه تو چه خصومتی با من داری؟ من اصلا تو رو نمیشناسم، چرا داری با من این کار رو انجام میدی؟ این ادامه میده و به زور همه این سیب‌های گندیده رو به این میخورونه، تا اینکه این حالش خراب میشه و برمیگردونه اون چیزهایی که خورده رو به حالت غیب برمیگردونه و اون مار سیاه هم از درونش میفته بیرون. همین که اینو میبینه میگه تو چیکار کردی با من؟ تو منو خریدی؟ تو زندگی من رو خریدی؟ من قرار بود اون من رو از درون بگزد و من کشته بشم. مولانا در حقیقت اونجا میگه این ولی الهی هست، در ظاهر داره با تو سختگیری هایی میکنه، اما خبر داره از اون پلیدی هایی که در درون تو هست و تو رو داره به سمت هلاکت میکشه. میخواد تو رو آزاد کنه از اون پلیدی ها. تو در ظاهر عذاب میکشی، سختی میکشی، ولی اون به خاطر سعادت تو هست. این رفتار دین با ما هست. در حقیقت اگر ریاضتی هست، اگر سختی هست، برای آزادی هست. هدف نهایی این هست که ما آزاد بشیم. و اولیا در حقیقت برای آزادی ما تلاش میکنن. این که ما بنده نباشیم، این که ما عبد نباشیم. عبد خدا بودن در حقیقت عبد بی نهایت بودن هست، در حقیقت عبد بودن نیست، در حقیقت آزادی هست. این یک نگاه دیگه میتونه به ما بده. در حقیقت این به سمت آزاد بودن رفتن هست، به سمت رهایی هست. اینجا به اون مسئله اشاره میکنه. تاخت سوی رزمگه چون شید مست، خط آزادی ز شاه دین به دست. باده عشقش ز سر بربوده هوش، آمده چون خم ز سرشاری به جوش. این شراب عشق الهی این فرد رو، این حره بن یزید ریاهی رو مست کرده بود و مانند خمی که به جوش میاد، اون شراب در داخل خم معمولا یک گازهایی از خودش ساطع میکنه و این رو به جوشیدن تشبیه میکنن، مثل اون یک خم شراب بود که داشت به جوشش میومد. بانگ زد آن شیر نیزار وغا، بر گروه کوفیان بی وفا. رفت به سمت کوفیان و اونها رو خطاب قرار داد که سمر در بی وفایی نامتان، باد یار سوگواری مامتان. این بی وفایی شما افسانه شده در عالم، همه دیگه آگاه شدن از حد بی وفایی شما. ای کاش مادرتان به عزایتان بنشینند. این امامی را که محبوب حق است، قرة العین نبی مطلق است. دعوتش کردید و رو برتافتید، بی سبب بر کشتنش بشتافتید. آب را که دام و دد نوشد از او، از شقاوت باز بستیدش بر او. حیوانات هم حتی میتونن از این آب بنوشند، شما راه این آب رو بر او بستید. غنچه های نونهال گلچنش، برگ زیزان از آتش بر دامنش. فرزندانش، نونهالانش همه از آتش بیتاب شدند. زعفرانی از آتش رنگ شقیق، گشته از تاب درون نیلی عقیق. رنگ این کودکان، این فرزندان کبود شده از بیتابی، از بیابی. چون زیاری تن زدیدش ای گروه، واهلیدش رو نهد بر دشت و کوه. حالا که همراهی نمی کنید، کمکش نمی کنید، آزادش بگذارید تا به راه خودش بره، به سمت دشت و کوه روانه بشه. ای بدا امت که خوش کردی ددا، حق پاداش رسالت با خدا.
پاداش رسالت نبی رو خوب ادا کردی. این اشاره داره به اون آیه‌ای که خب آیاتی هست در این زمینه که چند بار به پیامبر میگن که ما چطور میتونیم پاداش رسالت تو رو ادا بکنیم. خب مسلمان ها میدیدن که پیامبر چه سختی هایی در این راه رسالت کشید. از همون ابتدایی که شروع کرده بود در حقیقت جان برکفانه هر چه که داشت در راه اسلام گذاشته بود، دار و ندارش رو، آبرویش رو، چه سنگ ها که بهش نزده بودن، چه توهین ها که بهش نکرده بودن، تمامی مصائب مختلف، چه در شیب ابی طالب، چه در جنگ ها، چه از دست دادن عموش، فامیل هاش، اون نزدیکانش، همه این سختی ها رو تحمل کرده بود. اصلا گذشته از همه این ها، همین سختی دریافت وحی، مشهور هست که وقتی هر سری که وحی بر حضرت نازل می شود، حضرت بیتاب می شد، از حال عادی در می اومد. این سنگینی وحی به حدی بود که حضرت را از خود بی خود می کرد. خب مسلمان ها همه اینها رو می دیدن دیگه، می گفتن که ما چطور می تونیم این رو جبران بکنیم، این نعمتی که تو برای ما ارزانی داشتی، تو برای ما آوردی. و پیامبر بارها گفته بود که من هیچ اجری بابت اینها نخواهم خواست، اجر من با خداوند تبارک و تعالی است. لا اسألكم علیه اجرا. منتها در یکی از آیه ها خیلی عجیب هست، میگه لا اسألكم علیه اجرا الا المودت للقربا. من هیچ اجری از بابت این رسالت از شما نمیخوام، فقط میخواهم که با نزدیکان من مهربان باشی، با خیشان من مهربان باشی. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت للقربا. بعد شما این مسلمان ها رو ببینید که چطور دارن مهربانی میکنن با نزدیکان پیامبر، با نور چشمی های پیامبر چه کاری دارن انجام میدن. شکر لله که شهنشاه نبی، شد در این ظلمت مرا خضر دلی. شکر میکنم خداوند رو که این ابا عبدالله، وجود مقدس ابا عبدالله من رو هدایت کرد. بخت بردم تشنه لب تا کوی او، خوردم آب زندگی از جوی او. من هم تشنه لب بودم ولی رفتم پیش حضرت و آب حیات خوردم، آب زندگانی خوردم. بوی جان آورد باد از گلشنش، پی به یوسف بردم از پیراهنش. ببینید چه تمثیل‌های زیبایی جان با مسیح زنده دل همراه شدم، نک خلاص از دیده اکمه شدم. من با مسیح همنشین شدم، دیگه این چشم نابینا رو از دست این چشم نابینا خلاص شدم. چشم اکمه یعنی چشم نابینا، کم بینا. زین سپس گر تیر بارد بر سرم، یار چون اهل است با جان میخرم. دیگه الان برای من فرقی نمی‌کنه، حتی اگر برای تیرباران هم بکنند هیچ تأثیری در عزم من نداره، چون با یار هستم، یار چون اهل است با جان میخرم. من که با عشق خلیل الله خوشم، گو کشد نمرود سوی آتشم. من دیگه قرین خلیل الله شدم، برای من چه فرقی میکنه که من رو به سمت آتش بکشن. من که با موسی زدم خود را به نیل، گو کند فرعون خون من سبیل. من با موسی همراه شدم و به درون نیل رفتم. اشاره داره به اون شکافته شدن نیل که قوم حضرت موسی از اون عبور کردن. من که در کشتی شدم با نوح پاک، گو کند طوفان جهانی را هلاک. دیگه برای من فرقی نمی کنه، من سوار این کشتی نجات شدم، طوفان بیاد و جهانی رو هلاک بکنه. این بگفت و تاخت سوی رزمگاه، زد چو شاهینی به یک هامون سپاه. به یک دریا سپاه تاخت، بس یلان از مشرکان در خاک کرد. خاک را از لوس ایشان پاک کرد، پردلان را مغزها در جوش از او. بر زمین غلطیده بار دوش از او. بار دوش در حقیقت این سرها هستش که بر روی دوش ها بار هست.
چنان جنگ به قولی قهرمانانه انجام میده جناب حضرت ابن یزید ریانی، اونجا دلاورانه نبرد میکنه و خیلی از اون کفار رو به هلاکت میرسونه. بس که خون باری بر خاک از هوا، شد عقیقستان زمین نینوا. گه سواره گه پیاده جنگ کرد، عرصه را بر لشکر کین تنگ کرد. چون زپا افتاد آن شیر علی، با تضرع گفت شاه دست. وقتی دیگه این زخم ها از شما افزون شد، دیگه از پا افتاد، برگشت به سمت عبا عبدالله، ناله و تضرع کرد که دستگیر من شد. دستگیر ای دست خلاق قدیر، ای تو جمله انبیا را دستگیر. تو دستگیر همه انبیا بوده ای، ای تو بر آدم دمید روح را. ببینید این الفاظ رو، ببینید چقدر زیباست. روحی که بر آدم دمیده شده، به توسط وجود مقدس، نور مقدس ابا عبدالله دمیده شده. ای تو از طوفان رهانده نوح را، ای تو از یم کرده موسی را رها، کرده در دستش عصا را اژدها. ای انیس یوسف مصری به چاه، داد از چاهش مکان بر اوج ماه. ای نیارا فخر بر چون تو سلیل، کرده آتش را گلستان بر خلیل. ای تو داد فدیه اسماعیل را، ای تو بینا کرده اسرائیل را. ای مجیب دعوت یونس به یم، ای نجاتش داد از ظلمات غم. اون جایی که حضرت یونس در شکم اون ماهی میگفت اینی زنم تو نفسی، خدایا مرا آزاد کن، خدایا مرا برهان از این بلا، اونجا تو بودی که اون را رها کردی. ای تو بالا برده روح الله را، و رفعناه الینا، که حضرت عیسی رو در آیه قرآن هست ما به سمت خودمون بالا بردیم، و ولیکن شبه لهم، اونها فکر کردن که عیسی رو بر صلیب کشیدن، اینجا به اون اشاره میکنه. ای تو بالا برده روح الله را، کرده القا بر یهود اشباح را. بر آنها مشبه شد، فکر کردن که عیسی رو بردار کشیدن. ای تو شه پرداده دردائیل را، دست کیری کرده سلسائیل ها. اینها روایت هست. تو دو دوتا فرشته هستند به نام دردائی و سلسایی، که هر کدوم داستانی دارن که چطور تولد حضرت عبدالله باعث نجات یکیش میشه، و اون یکی که مورد غضب خداوند قرار گرفته به خاطر وجود مبارک عبدالله، با درخواست پیامبر، اون زمان حضرت عبدالله کودک بود، ولی به خاطر عبدالله میبخشه و اون رو نجات میده، و اون فرشته هم برمیگرده به مکان ملکوتی خودش. اینها رو میگه، برمیگرده میگه که خواهم اینک جان سپردن در رهت، ماه نو دیدن جمال چون مهد. الان لحظات آخر هست، میخوام جان بسپارم در راه تو، و تنها خواسته من اینه که دوباره بتونم جمال باشکوه تو رو دوباره تماشا کنم، دوباره ببینم. شه طبیبانه به بالین آمدش، درفشان از چشم خونی آمدش. حضرت ابا عبدالله خودش هم داشت گریه میکرد وقتی این صحنه رو دید. در ابتدا این درگیری ها، خب هر کسی که شهید میشد معمولا اون یکی مسلمان ها میرفتن اینها رو میآوردن عقب، و بعدها که یواش یواش تعداد اینها کمتر و کمتر شد، خود ابا عبدالله یک یک بر سر بالین اینها حاضر میشد و اینها رو میآورد به اون خیمه ای که شهدا رو جمع میکردن. 72 نفر آدم بود کلا. در مورد حر ابن یزید ریاحی، حضرت ابا عبدالله با اینکه کسان دیگه هم بودن و خواستن که برن به یاری، حضرت خودش با به قولی با اون مسائلی که وجود داشت، اون شرایطی که وجود داشت، خودش رفت به بالین ایشون و در اون لحظات آخر دست بر سرش کشید. شه طبیبانه به بالین آمدش، درفشان از چشم خونین آمدش. چشم حق بین بر رخ شه برگشود، گفت که فرمانده ملک وجود. کاش صد جان بود اندر پیکرم، تا به جان دادن تو آیی بر سرم. کاش صدها جان داشتم،
هر باری که جام میدادم وجود شما رو میدیدم. این لذتی که در دیدار شما وجود داره، کاش صد بار من جام میدادم، هر بار که جام میدادم شما به بالین من میمدید. قدر چطور چون من افسرده را، ای مسیحا زنده کردی مرده را. من چقدر رو قیمتی داشتم، ای مسیحا تو من رو زنده کردی، من کشته نشدم، من حیات جاوید پیدا کردم. هرگز این طالع نبودم در حساب، که نوازد ذره ای را آفتاب. پشته را کی بود آنقدر و خطر، کش همایی سایه اندازد به سر. هما پرنده ای هستش که سایهش بر روی هر کسی بیفته به مقام پادشاهی میرسه. میگه من پشته ای بودم، کی این در قدر و قیمت من بود که همایی مانند تو سایهش بر روی اون بنشینه و مقام پادشاهی پیدا بکنه. چشم دارم ای خدیب ظلمنم، که از رضای خیش داری ایمنم. فقط یک چیز میخوام که بدونم از من راضی شده اید یا نه. این خطایی که من انجام داده بودم، آیا من رو به واقع بخشیده اید یا نه؟ دست حق دستی به رویش باز کن. عهد کرم در همون لحظه دستش رو به روی ایشون کشید. خون و خاک از روی پاکش برزدود. گفت آری شاد باش و شاد باش، بر سپهر کامرانی ماه باش. باد در دنیا و عقبا کام تو، آنچنان که نام کرده مام تو. همونجوری که مادر تو رو هر نام نهاده، همونجور هر رو آزاده باشی در این دنیا و در اون دنیا. این بشارت را چو هر زان لب شنو، شاه را خوش باش گفت و خوش بخفت. پرزنان بر دامن شه جان فشان، لیک نامیم و نامش زنده ما. در آن لحظه مرغ جانش پرواز کرد و اشاره میکنه که نامی مرد و نامش زنده ما. یک بخش کوچکی هم هست، این رو هم فرصت داریم این رو هم بخونیم که انشاءالله در جلسه بعد ادامه ابیات رو از ذکر شهادت حضرت عباس بن علی ادامه بدیم. رجوع به احتجاج امام حسین علیه السلام. وقتی حضرت احتجاج خودش رو کرد، بلافاصله اینها با تیرباران جوابش رو دادن. شه به پایان باز ناورده عتاب، با زبان تیر دادندش جواب. هر که زان سرچشمه آبی نوش کرد، نو عروس بخت در آغوش کرد. این در حقیقت ذکر شهدا هست که یک یک می رفتن جلو و نو عروس بخت خودشون رو در آغوش می گرفتن. دید شه چون تیر باران جفا، کرد رو با یاوران با وفا. گفت هان آماده باشید ای کرام، این رسول که رسول این گروه هست این سهام. این تیرهایی که داره به سوی شما پرتاب میشه، اینها مثل کبوتران نامه‌بر هستند، دارن به شما پیغام میارند. پیغام چی؟ پیغام وصال. اینها یک به یک دارن پیغام وصال به سوی شما میآورند. این کبوترها که شه پر میزنند، عاشقان را حلقه بر در میزنند. یکی یکی دارن در خونه شما رو میزنن، صداتون میکنند. نامه ها دارند خونین زیر پر، که به شهر جان برند از ما خبر. اینها نامه های خونین با خودشون در زیر پرشون دارند، چون این تیر که اصابت میکنه بلافاصله خون جاری میشه و اون پر خونی میشه. پیش تازید و سفارایی کنید، وین رسول را خوش پذیرایی کنید. خوش بداریدش به جان و دل قبول، که بود از فرض اکرام رسول. اینها اکرام اون رسول هستند، اون پیام‌آور هستند. یک به یک آن جان ستاران دلیر،
هر یکی در پردلی یک بیش شیر سوی میدان شهادت تاختند، کشتنی کشتند و جانها باختند. خب تصور میکنم که در اینجا میتونیم بیستیم و انشاءالله فردا ادامه این اشعار رو به سر بگیریم. و سلامت.